برنامه خدا و بارز سلام بر شما به که دیگر از برنامه نیمه خاموش خوش آمدین. در این برنامه بحثمان فرار از خانه هست و اینکه فرار از خانه در این اواخر همچنان بیشتر شده و اینکه در گوشه و کنار کشور هر روزه شاهد فرار از منزل نیز می باشیم. در برنامه امشب نیمه خاموش که با میزبانی من شیبا پریسا ابراهیمی تقدیم شما میشه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. مهمانان من برای بحث بیشتر در این برنامه آقای تواب دانش استاد دانشگاه و عضو اتحادیه حقوقدانان، بانو زهره نوابی عضو شورای ولایتی، پروفسور دکتر نورالله کوثر عالم دین و آقای جمعخان محمدی جامعه شناس هم تا لحظات بعد به برنامه ما خواهند پیوست. اجازه بدین که نخست پرسش از شما داشته باشیم آقای کوثر. بیایم از لحاظ شرعی هم به این موضوع بپردازیم. فرار از منزل از لحاظ شرعیش آیا جواز داره یا نه؟ جرم است یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکون فرار او یا منزل فرار ده دو جنبه لري، یو قانونی جنبه ده او بل ټولنیز اخلاقی. دین له دوه منظر نه دی ته ګوري. لومړی منظر د دین د دې هغه اخلاقی او دینی بود ده، اخلاقی جنبه ده چې د اخلاق لحاظ نه او د دین له لحاظ نه او دینی ارزښتونه ده، یو جرمی عمل ده. دا یو جرمی عمل ده، هو د دې لامل کتل کیږي چې د دې باعث او لامل او محرک د دې څو هغه بیا علایده بحث د بل حقوقي او قانوني اړخه. د افغانستان په قوانینو کې دې ته جرم نه دی ویل سوی، نه دا موضوع په جرمی وصف باندې ذکر سوی ده. خو د شریعت له لحاظ نه او د اخلاق له لحاظ نه او د ټولنې د سمون له لحاظ نه او د ټولنې د ارزښت له لحاظ نه دا عمل که بغیر له هغه جبري لامل نه وي، یو سلسله جبري لامل نه دي چې زه به هغې ته اشاره وکړم. او عوامل برمیګرده به محرکین ازو کې، محرکین ازو کېهان اگر بدون عامل عوامل خشونت کې ایرا وادار به ای ساخته این عمل صورت میگیره، از دیدگاه دید شریعت اسلامی و ارزش های فرهنگی و اخلاقی جامعه ما عمل جرمی است واقعا. ولی این که قوانین افغانستان چرا برای ازی وصف جرمی ندادن، از یک طرف برمیگرده به مو خلایق تقنینی. ما در قوانین بسیار موارد دیگری هم داریم که برای ازو قانون صراحت نداره، مثلا از جمله چور، موضوع چور نهب، این موضوعی است که در قوانین افغانستان نیست. ما استاد دانشگاه هستیم، این موضوع بپردازیم که آیا جرم است. بله، شریعت را از چند جهت جرم میدانه. اول شیرازی جامعه را بر هم میزنه، دوم یک خانواده را لکدار و بدنام میسازه. هر خانواده، ولو خانواده صالح ترین و نیکوترین خانواده ها باشه، زمانی که یک فرزندی و خانه، یک دختری و خانواده فرار میکنه، به نحوی احساس حقارت میکنه و خانواده حتی گفته نمیتونه در جامعه ما. این پدیده است که شریعت اسلامی به این به عنوان یک پدیده جرمی نگاه میکنه. ولی شریعت اسلامی یک سلسله عوامل داره که و عوامل را علیحدہ مطالعه میکنه. چرا یک دختر فرار از منزل میکنه؟ ایره شریعت مطالعه میکنه. آیا محرکین داره؟ آیا عوامل خشونتی باعث شده است؟ آیا دسترسی به عدالت نداشته؟ آیا دسترسی به حقوق اولیه خود نداشته؟ چرا؟ این باز عوامل علیحدہ مطالعه میشه. ولی یک بحثی که شما به او اشاره کردین آقای کوثر، بحث ازی بود که اگر جبران کسی فرار از منزل داده میشه، بحث قانونیش است که آقای دانشگاه او بیشتر خواهند پرداخت. اگر از روی ناگذری هم باشه یا مثلا اگر رضایت دو طرفه در این در کار باشه، از لحاظ شرعی چی گونه است؟ موضوع رضایت خو موضوع کاملا نفی است. خانم حق داره کسی را به ازدواج خود انتخاب کنه، این حقش است. ولی حق فرار را نداره، این حق نداره فرار از خانه به فرار کسی را انتخاب کنه. حق انتخاب همسر را داره، ولی فرار موضوع علایده است و حق انتخاب همسر علایده است. این موضوع نباید خلط شود. و از طرف هم از نگاه شریعت اگر یک خانم مجبور به فرار میشه، یا جبران فرار یا به خدعه و فریب میشد، در شریعت اسلامی برای عاملین و محرکین ازی و کسانی که باعث به این شده هم شریعت سزاهای معادل را تعیین کرده. اگر یک دختر به خاطر عفت خودش، به خاطر جان خودش، حیات خودش از خانه فرار میکنه، آیا از لحاظ شرعی اگر واقعا حیاتش در خطر باشه یا عزت و عفتش در خطر باشه،
اونجا شریعتی را جرم نمیدانه، اونجا شریعت رای حل برای ازی بدیل، ولی زن به کجا فرار میکنه؟ آیا فرار ازی؟ آیا به یک محکمه شرعی فرار کرده، به یک محکمه قانونی فرار کرده، ای به نزد یک حاکم و قاضی مسلمان، به نزد یک پاسگاه اسلامی رفته که اوجه عفت آبرو هم، یا در خانه کسی دیگه مثلا از خانه پدر خود فرار میکنه، کسی نیست به خانه برادر خود میره، به خانه اقارب دست درجه اول میره. این اصلا ما فرار ای را گفته نمیتونیم. آنچه که در عرف به نام فرار یاد میشه همان پدیده جرمی است که برای لکدار ساختن خانواده های خود چنین عمل اجرا میشه. اون عملی که وقت به او وصف باشه وصف جرمی است. بیشتر فکر نمی کنین که صحبت هایی که شما در این راستا داشتین بود فرهنگی داره تا بیشتر بود شرعی؟ و یک مسئله دیگر که اگر یک دختر به سن بلوغ میرسه و این میتونه که اون سن قانونی خودش تمام کرده باشه و تکمیل کرده باشه، اگر بنا بر ناگزیری های سوی خانواده مجبور میشن که اینا رو به ازدواج اجباری بتن، از منزل فرار میکنه، در این مورد قضیه چی است؟ من قبلا بر شما گفتم خانم حق داره برای خود همسر انتخاب کنه، ولی نه از راه فرار، نه از راه خشونت، نه از راه آشوب برپا کردن برای زندگی دیگرها و لطمه‌دار ساختن زندگی دیگرها. شریعت اسلامی برای هیچ کس حق نمیده که دختر را، اما شاهدش بودیم که خیلی از خانواده جبران تاکید میکنن که باید ازدواج بکنن و ازدواج اجباری، شاهدش در دکتر هستیم. دختر حق داره که رد کنه ازدواج را، چون ان نکاح به تراضی در شریعت آمده، نکاح به رضایت خود است. ولی زمانی که این خانم از راه اشتباه میره، دختر از راه اشتباه میخواد که به حقوق خود دسترسی بونه، به این خاطر وصف جرمی. اونچه که شما گفتین بود فرهنگی نداره، بود دینی داره. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه که هیچ زن حق نداره بدون اذن خروج برایه، اذن خروج یا اجازه بیرون رفت، ای از ولی گرفته میشه. مثلا اگر خانم شوهردار باشه از شوهرش اذن خروج بگیره، اگر پدر داشته باشه از پدر، ولی امرش برادر باشه، کاکایش، پدر بزرگش، کسانی که ولی امری ازی هستن، اونا متکفل امر هستن، اونا باید بگیرن. بدون اذن خروج زن حق نداره که برایه. و این قضیه نه تنها قضیه فرهنگی است، من بر شما عوامل متعدد بیان کردم که عوامل قانونی است، فرهنگی و عرفی و اخلاقی است، و عوامل دینی است. دین ازی بود میبینم هر آن پدیده ای که به اخلاق اجتماع ضرر برسانه، به جامعه را به انارشیزه بکشانه، و نه به انارشیزه کشیدن جامعه است. فکر کن مثلا به طور مثال خانم A میخوای فرار کنه با آقای B، یا به خانم آقا به خانه آقای B فرار کنه، آیا شما چی فکر میکنه که دو خانواده به هم در به دشمنی نمیافتن؟ یک قطعی است. موضوعی است که شریعت عوامل را مطالعه میکنه که اگر عوامل جبری باشه، مثلا یک خانم است در داخل خانهش عزتش در خطر است، او مجبور میشه برای حفظ کیان و عزت خود، یا به خاطر حیاتش در خطر است، یا هم نوی از فرار است، ولی فرار جرمی نیست. دست فرار تمام جرمی فرار نیست، ولی ادیل لپاره چې خپل عفت او ساتل دی کور نتل بل کور ته حالت خپل دی عزت او د خپل دی عفت د ساتل لپاره، دا وصف جرمی وصف نه د شریعت کې، بلکې دا یو هغه ده. او بل په شریعت کې موږ باب صد زرایل لرو، دغه باب صد زرایل وجنه هر عمل چې مفسدی ته یا فساد ته مفزکیږي شریعت دا منع کړی. سپاسگزارم از شما آقای کوثر. آقای دانش، از لحاظ حقوقی فرار از منزل چگونه درد شده؟ بنام خداوند مهربان و بیاد شهدای عزیز افغانستان، سلام عرض حرمت نثار شما و بینندگان تلویزیون شما. طبعا فرار قسمی تعریف شده که عبارت از دوری از منزل و عدم بازگشت بدون رضایت والدین بنابر شرایط حاکم داخلی خانواده و تغییر ناپذیر بودن شرایط حاکم داخلی خانه، و این فرار از منزل معمولا تعبیر شده. در مصاحبه های سالهای 2010 و 2011 فرار از منزل در چارچوب قوانین افغانستان جرم شمرده شده بود، اما بعدا وزیر عدلیه وقت بالاخره پیشنهاد کردند که فرار از منزل جرم نیست. و دلایلی که اینا پیشنهاد کردن، چون افغانستان هم یکی از جمله کشورهایی است که عضو جامعه بین المللی هست و رعایت قوانین بین المللی جز از مکلفیت های افغانستان است و در چارچوب قانون اساسی افغانستان، خاصتا ماده 27 قانون اساسی افغانستان ناگزیر است که اعلامیه جهانی حقوق بشر که جز لایحه منشور سازمان ملل متحد است
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیون های حاکم در جامعه بین المللی را رعایت بکنه و بعد نظر داشته و ملحوظات بوده و یک سلسله فشارهای داخلی بوده که بالاخره دولت افغانستان موضوع را قسم تدوین کردن که گویا فرار از منزل جور نیست و در شرایط کنونی افغانستان در چارچوب قانون اساسی افغانستان و سایر قانون نافذه کشور فرار از منزل معمولا جور نیست و علل و عواملی را که جناب مولوی صاحب حضلاز مسائل شرعی هم مورد بررسی قرار دادن بدون شک مسائل فرعی شرعی بخشی است که فرار از منزل احتمالاً از دید اونا جرم پنداشته ولی یک تفکیک باید شود که مسائل سنتی در داخل جامعه با مسائل شرعی باید تفکیک شود. معمولاً فرار از منزل بر اساس شرایط حاکم فقر در خانواده، عدم تعلیم و تربیت در خانواده، خشونت های خانوادگی، بالاخره بعضی عوامل دیگه اجتماعی و روحی روانی است که در شرایط کنونی معمولا جوان ها خانه هایشان را ترک میکنن و این موضوع فرار از منزل تاریخ خیلی طولانی در کشور ما نداره و بر مبنای همین دلیل است که این فرار از منزل محور گفتگوی اجتماع حقوق دانان در افغانستان است. بر مبنای همین دلیل است که حقوق دانان افغانستان هم مواد 145 قانون جزای افغانستان معمولا میار قرار میتن که بر مبنای او ماده گفته هرگاه شخصی که خانمی را از خانه فرار میده و به قصد ازدواج قانونن با در نظر داشت رضایت و رغبت با همدیگر ازدواج میکنن، این موضوع از موضوع اختطاف نیست، کلمه اختطاف اینجا به کار بردن. و همچنان قبلا که موضوع فرار از منزل در چارچوب قوانین افغانستان بحث نشده بود، چون در یکی از ماده های قانون اساسی خاصتا ماده هفتم قانون اساسی افغانستان بحث کرده بودن که هیچ عمل جرم شمرده نمیشه مگر بر مبنای قانون، بر اساس این ماده چنین استدلال میشه که فرار از منزل چون در چارچوب قوانین افغانستان قبلا پیش بینی نشده بود جرم نیست و در شرایط کنونی افغانستان با رعایت بالاخره قوانین بین المللی به عنوان چارچوب های نظارتی بالای دولت های عضو سازمان ملل متحد و عضو کنوانسیون های بین المللی موضوع فرار از منزل جرم نیست. کارکردهایی که در این قسمت صورت گرفته از سوی حکومت و از سوی نهادهایی که در این راستا مسئول بودن چقدر رضایت بخش بوده تا اینجا کار؟ ببینین حکومت افغانستان متاسفانه خاصتا در این 3 سال اخیر که حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار سایر نارسایی هایشان که موضوع انتخابات است، موضوع عدم برگزاری لوی جرگه است، موضوع عدم تدوین قانون اساسی است، موضوع فقر است، رسیدگی به خدمات ابتدایی صحی است و سایر موضوعات، در رابطه با موضوع فرار از منزل هم دولت افغانستان به ویژه حکومت وحدت ملی کدام چارچوب یا میکانیزم منظم نداره. اما آنچه که تانستن جامعه مدنی به اتحادیه حقوق دانان افغانستان برای حکومت افغانستان فشارهای لازم وارد کردن و بر مبنای همین فشارهای لازم بود که بالاخره موضوع فرار از منزل جرم معمولا شمرده نشد. چون یک مشکلی که بیشتر وجود داشته آقای دانش ای بوده که هرچند که شما تاکید میکنین که جرم نیست از لحاظ قوانین افغانستان که مسلما هم اعلان شد که جرم نیست، ولی مشکل در اینجاست که باز هم خانم هایی که یا دختر خانم هایی که از خانه فرار میکنن مورد بازپرس قرار میگیرن و اینا مجازات میشن حتی با وجودی که جرم هم نیست. در اینجا چقدر فکر میکنین که باید ریشه یابی صورت بگیره؟ در اینجا فکر میکنین که نیاز است که باید یک سلسله تغییرات در قوانین هم به وجود بیاد یا یک ماده مشخص برای هم تعیین شود؟ ببینین در گذشته ها در رابطه با فرار از منزل کدام قانونی وجود نداشت و بر مبنای همین دلیل بوده تعدادی از دختر خانم هایی که خانه هایشان ترک میکنن
کردن، هونا بالاخره از طرف ارگان های عدلی و قضایی مورد پیگیر قرار می گرفتن. در شرایط کنونی افغانستان فرار از منزل جرم نیست و ارگان های عدلی و قضایی نمیتونه این قضیه را بررسی بکنه، اما در گذشته بر مبنای ماده 130 و ماده 131 قانون اساسی افغانستان که چنین صراحت داره که در صورتی که در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قوانین عادی کدام حکم سری نسبت به یک معزله وجود نداشته باشه، محاکم افغانستان با در نظر داشته ارزش های مذهب حنفی میتونه در زمینه حکم صادر بکنه. چون موضوع فرار از منزل باید یادآور شویم که ما در یک جامعه کلیشه‌ای و سنتی زندگی میکنیم و این جامعه کلیشه‌ای و سنتی آنچه که مولای صاحب اشاره کردن فوق العاده عزت و آبروی خانواده ها را صدمه میزنه و از لحاظ معنوی جامعه را متضرر میسازد. بر مبنای همین دلایل بوده که در گذشته ها موضوع فرار از منزل بر مبنای دو ماده قانون اساسی رو که اشاره کردیم جرم شمرده میشد و عاملین موارد پیگرد قضایی قرار میدادن، ولی در شرایط کنونی چون نیست. سپاسگزارم از شما. خانم نوابی، بیاین بیشتر در مورد عوامل فرار از شما هم بشنویم که چه عوامل عمده باعث میشن که دخترها در شرایط کنونی و بنوان فرار میکنن از منزل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان و درسندرکاران تلویزیون. خوب شما چنان دوستای در پروگرام در برنامه واضح است که مدت هاست که خشونت علی زن در جامعه سنتی و در افغانستان تا اندازه موجود بوده و این خشونت ها دلایل اصلیش مشکلات خانوادگی، نارسایی های مثلا مسائل اقتصادی و عدم رسیدن به تعلیم و تربیه و یا آگاهی درستر به خانواده ها و یا صمیمیت خانواده ها نسبت به اولادهایشان فکر میکنم. و دقیقا مشکلی که خانما امروز برش مواجه هستن و فرار از منزل است، یکی خود من دلیل استی شعیره میپندارم که خانواده ها صمیمیتر نسبت به اولادهایشان نیستن. خانواده هایی که اولادهای خود قربانی همچون مسائل میداشته باشن یا مادرها یا خواهرها یا برادرها خانواده مسئولیتی را دارن کنار آگاهی برشان داشته باشن، با ایشان صمیمی باشن از لحاظ اجتماعی. نکاتی که درخواستایی که مشروع کنا داره او را قبول بکنن. حداقل در جامعه ما امروز چیزی که بسیار مطرح است در ای است که اول تربیه است بعدش تعلیم است. اگر تربیه سالم صورت بگیره بر اطفال میتونه که اطفال تربیه درست شده یعنی تعلیم درستم بیاموزه. در صورتی که تعداب اساسی که تربیه است او به شکل درستش اراحت از خانواده نشه که او شروع میشه از اول تولد. و میخوام تاکید میکنه که بیشتر مشکلات در درون خود خانواده ها هم وجود داره که زمینه را ایجاد میکنه. دقیقاً بازی است. اول اگر تربیه به شکل درستش، تربیه وقتی به وجود میاد که طفل به دنیا میاد، وقتی طفل از یعنی میخواد که اولین بار یعنی شیر بخوره از مادر یا به اونمور لحظه را تربیه نامیده میشه و اونمور لحظه شروع میشه تربیه طفل در جامعه و نظم لحظه باید کوشا باشیم که طفل در جامعه درست تربیت شود که تا تعلیم بهترتر یعنی آموزگار باشه درش. خب بحثی که آقای دانش با اشاره کردن خانم نووی، بحث این بود که بیشتر یک جامعه سنتی ما قرار داریم، یک جامعه که اکثرا مردم های کم سواد هستن یا بی سواد هستن. در چنین جامعه ای که افرادش کم سواد و بی سواد هست چگونه باید آگاهی بدیم؟ از کجا باید شروع بکنیم که بتونیم بیشتر به خانواده هایی که سواد ندارن یا کم سواد هستن برسونیم؟ دقیقاً این واضحه است که خانواده ها ما بازم میخوام گپ خود تکمیل بکنم که خانواده ها، مادرها و پدرها و برادرها، خواهرها، کسایی که در خانواده موجود می باشند همیشه صمیمی با هم دیگر باشند و مسائل اجتماعی را مراعات بکنند و خواسته های مشروع خانواده ها و اطفال باید به شکل درست شنیده شود. طفل از تعداب و از تربیه باید نکات فرهنگی اسلامی و یا نکات خانوادگی را و مسائل را که بیشتر مولوی صاحب برش اشاره دادن بسیار به شکل درست و واضح، همچنان برادر ما به شکل درستش واضح اشاره دادن، این نکات به شکل درستش یعنی یک طفل در ابتدا باید آموزگار باشه از خانواده خود. و وقتی که و همی من فکر میکنم که وقتی از خانواده صمیمیت ها را داشته باشه، وقتی که خواسته های مشروعش در خانواده برآورده شوه، من فکر میکنم و یا اگر به خواست نامشروع خود به خانواده میخواه که اون مسئله را بیان بکنه و از طریق خانواده ها برش تربیه و البته نصیحت درست
از طریق بزرگان خانواده نصیحت های درست و صمیمیت های درست به اون نشان داده شود، تا اینکه کسی که میخواهد از فرار از منزل داشته باشه او یعنی به راه درست یعنی روان باشه. و راهی که منحرف است که فرار از خانواده یا فرار از خانه یا مسائل دیگه که برش ایجاد میشه، چی پسر یا چی دختر، و اکثرا پسرای ما بدبختانه به این مسئله مواجه هستن و دخترها هم که ما شنیدیم نه تنها مسئله دخترها است و پسرها هم شکاری مسئله شدن همیشه بدبختانه. و یعنی اگر رئیس خانواده، کلان خانواده و یا کس نفر دوم در خانواده یا اول در خانواده اگر به اولادای خود، به خانواده خود و به جوانای ما صمیمی‌تر باشن، نکاتشان درک بکنن، دریافت بکنن، بخواست آیشان به شکل درستش یا به شکل مشروعش یعنی جواب پاسخی را بکنن، و اگر خواستن مشروعی داره به شکل درستش برشان فهمانده شوه، گفته شوه، هم از لحاظ اسلامی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، قومی، چیزایی که بسیار مطرح و مهم است در خانواده های ما، یعنی مسئله قومی هم مطرح است، این مسائل هم مطرح است، با همش قناعت داده جوانای خود میتونن کزی را یعنی نگذارن که من منحرف شوه. و مسئله دیگه که مطرح است بیشتر بیان کردن برادر ما که بازپرسی ها از فامیلا و از کسایی که میخوان فرار از منزل داشته باشن از دخترهایی که صورت میگیره، یعنی باز هم به نظر ما دولت افغانستان این نکته را باید سخت‌تر بگیره یا یعنی شدیدتر بگیره، تا ای که نکته فرار از منزل که مسئله اخلاقی است، که مسئله غیر اخلاقی است و یا ای کمتر شوه. و امیدوار هستم از ساران و صاحبای خودم، از کسایی که در مسائل حقوقی کار میکنن، اونا هم یعنی کوشا باشن که کسایی که فرار از منزل داره زیادتر کوشش باشن، کوشا به این باشن که نکته فرهنگیشه یعنی بعد فرهنگیشه به شکل درست برشان تربیه بکنه. اگر یک جوان از خانه فرار میکنه به یک مرجع حقوقی میخواه پناه ببره، امیدوارم که امو سارانوال یا امو حقوقدان و کسی که در اونجا است یا مولایی ما که در اونجا است، من حیث پدر، من حیث برادر، من حیث خواهر، برشان مسائلی را که به یک جوان گفته میشه، به یک طفل گفته میشه، به مو شکل درستش باشن استدلال بکنه، تا ای که جوان آگاه شه و نخواهی که دوباره یا دست به فرار بده. سپاسگزارم از شما بانو نوبی. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. با ادامه برنامه نیمه خاموش خوش آمدین. آقای کوثر، صحبت‌ها را شنیدیم و یک بحث که شما از لحاظ شرعی هم به او اشاره کردین، در بسیاری از خانواده‌ها، در بسیاری از فامیل‌ها، به خصوص در ولایت‌ها، زن‌ها بیشتر قربانی می‌تند در درون خانواده تا موشی رازی خانواده از بین نره، و اما عدالتی که باید تطبیق شود تطبیق نمیشه به خاطر برادر یا پدر. زمانی که قانون و حتی شریعت از عدالت و برابری صحبت می‌کنه، اگر یک خانم میآید میگذره از خودش و از خودگذری میکنه و قربانی این حادثه میشه، از لحاظ شرعی جواز داره یا خیر؟ از یک طرف خو ایثار و فداکاری یک علائم جوان مردانه است که در مرد و زن بشریت به عنوان یک اخلاق نیکو و یک صفت بارز، از طرف هم هرگاهی که در یک خانواده حق زن پامال میشه، اونجا شریعت هم برای خود حق میده، قانون هم برای خود حق میده که مداخله کنه. و ما میخواییم به یک نقطه به صحبت های دانش صاحب که قضیه قانون اساسی بالاتر از قرآن نیست. من این را صریح میگم، قانون اساسی یک وثیقه ملی ماست، همین قانون اساسی خود را پایین تر از شریعت و از قرآن معرفی کرده. سایر قوانین خب بگذار، قانون اساسی ماده 3 میگه که هیچ قانون، هیچ حکم نمیتانه مخالف معتقدات و احکام دین مبین اسلام باشه، و این احکام احکام صریح است. یعنی ما به خاطر یک سلسله مصالح نمیتونیم که احکام صریح را تعویل کنیم، بگذاریم به خاطر خوشباشی کسی یا به خاطر اینا مجبور هستن چون حقوقدان هستن از بودی حقوقی صحبت کنن. و ما در پهلوی ازی ما دکترای ما در فقه و قانون است، ما دکترای ما در فقه و قانون گرفتیم، یعنی بخش قانون از رشته بیرون نیست و استاد حقوق هستم بالفعل. در قضیه قانون ما بعد از شریعت بر قانون واقعا ارزش قائل هستم،
خب ولی وقتی که بفهم که قانون به مغایرت شریعت قرار گرفته، اونجا قانون به تعویق میگذاره. این در بحث فرار از منظر کوتاهی در قانون اساسی افغانستان وجود دارد؟ نه، قانون اساسی اصلا به بحث نکرده. قانون اساسی به نفع شریعت فیصله کرده. قانون اساسی میگه که هیچ حکمی، هیچ قانونی، هیچ امری نمیتونه، حتی در موضوع کنونسیون ها، در موضوع میثاق های بین المللی، شریعت اسلامی یک اصل است، افغانستان پذیرفته واره، ولی نه فوق شریعت اسلامی، چون دین رسمی افغانستان دین اسلام است. یعنی معتقد هستین که باید در قانون اساسی افغانستان جرم پنداشته شود؟ نه، اصلا قانون اساسی از بخش های کوچک صحبت نمیکنه. این بخش قانون اساسی عمدترین سیاست های نظام را، ساختار نظام، انتخابات، موضوعات کلان اداری و سیاسی را بحث میکنه قانون اساسی، نه موضوعات کوچکی. موضوع برمیگرده به قانون مدنی، یعنی در قانون مدنی باید گنجایش میداشت، در قانون خانواده، در اصول خانواده باید گنجایش میداشت. خب گیرم اصلا گنجایش نداشت، جایش نبود که بیایه. اما این پدیده را نباید به عنوان یک پدیده عام تشویق شو مردم به سوی ازی. مثلا وقتی که دخترم از خانه فرار کنه، من هر قدر آدم خوب باشم در جامعه لطمه میخورم، شریعت اسلامی خوی عمل جرم داره، پس ما در جامعه به عنوان فعال کار کردن نمیتونم. به این خاطر شریعت اسلامی برای من همی حق داده به عنوان پدر خانواده که من بالای اعضای خانواده خود مدیریت داشته باشم. این مدیریت برام شریعت ایجاد. موضوعی که شما یک موضوع اشاره کردین، اجازه بدید او را که متاسفانه در جامعه افغانستان، ما جامعه افغانستان نمیگم، از امریکا شروع، ما امریکا را دیدیم، اروپا را دیدیم. ما زیاد مردم مرا میشناسه به خاطر اینکه 20 سال در رسانه هستم، از وقتی الجزیره حکومت طالبان که در الجزیره مصاحبه داشتیم تا به امروز 20 سال شده که با رسانه سر و کار. اکثر مردم افغانستان مرا میشناسن و ایران میشناسن که ما مسافرت زیاد دارم، مسافرت کردیم. در اروپا هم حق زن پامال است، در امریکا هم حق زن پامال است، در سعودی هم پامال است، در ایران هم پامال، در افغانستان و در پاکستان حق زن در از بد و خلقت بیچاره زن مستضعف، مظلوم. هر مرد از توانمندی های مردانه خود استفاده کرده، ظلم بجز از پیغمبرای الهی که ظلم نکرده و انسان های صالح و نیکو دیگه هر کس قادر توان. آلیان زن در خانه مجبور، این عوامل شریعت نیکوهش میکنه، عواملی که زنم مجبور به این میسازه به فرار، این شریعت نیکوهش میکنه. مورد پاسپورت مثلا، مثلا دختر خود ظلم میکنم، دختر ما وادار میشه به فرار از منزل، شریعت تنها از اونه، از ما میپرسه، منی که باعث شدیم، عامل شدیم، کسی که عامل شر میشه، شریعت از عامل کننده هم پرسان میکنه. سپاسگزارم. دوباره با ادامه صحبت شما برخواهیم گشت. اجازه بدین که تشکر بکنیم از آقای جمعه خان محمدی هم که در برنامه با ما پیوستن. خیلی تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای کوثر، شما اشاره کردین که بحث فرار از منزل یک بحث بسیار فرعی است، یک بحث حاشیه‌ای است که بیشتر نیاز نیست که در قانون اساسی افغانستان جای داشته باشه. ولی حالا این بحث فرعی و بحث کوچک به یک بحث بزرگ تبدیل شده. هر روز دخترها یا خانم ها از خانه فرار میکنن، بی سرنوشت در بسیار جاها میگردن و بدبخت میشن، حتی در بسیاری از موارد حتی زندگی خودانه باعث میشه که از دست بدن. نیاز نیست که چقدر نیاز است که برای حفظ حیثیت خانواده ها و به اینکه دخترها بی سرنوشت نشن، بیایم این مساله از شریعت نشأت بگیره، استخراج شود، با حقوق دانا صحبت شود، روی از یک صحبت شود که قانونمند شود. ما لازم میدانم، ما در یک کمیته تقنین بودم و غالب صاحب خدا ببخشه وزیر عدلیه بودن که جناب استاد بیشتر به او اشاره کردن، دانش صاحب به او اشاره کردن. ما در او کمیته انجمن وکلای مدافع بود، رئیسش ما بودم، رسولی صاحب بود، آلیم و افرادش، ایدهش مولی صاحب لودین بودن و که بعدا والی ننگرهار شدن دیگه، یا از تجلی صاحب بودن از طرح محکمه. ما عضو کمیته بودم، در اوج غالب صاحبام، رئیس کمیته ما غالب صاحب بود. ما به غالب صاحب این موضوع رو گفتم که همون شبش صحبت کرده بودن، در گفتم غالب صاحب این موضوع به چی بود، به مورد بود. او دلایل خدا گفتن برای مال رفته از دنیا، و دلایل خدا گفت که چرا ما او کارا کردن. ما گفتم امیر میگذاشتی به می حالت فعلی؟ بله، خانواده ها را باید پرسان شوه. استاد به یک نقطه اشاره کردن که ای پرسان شوه، یا جناب وکیل صاحب اشاره کردن، از خانواده ای پرسان شوه که عامل این فرار چی بود. این شریعت اجازه میده. باید هم قانوندانا و مقننین، حقوقدانا و آنانی که متخصصین حقوق هستند، همین موضوعات شریعت قانونمند بسازن. یعنی برای عاملین همین قضیه و برای مرتکبین همین قضیه، اکثر سلام مردم عامل هستند. دختر فرار میکنه ولی عاملش در خانوادهش موجود است. عاملش یا پسر بوده، یا برادرش بوده، یا کسی دیگه بوده، یا خدا و فریب بوده، یا هوس ها بوده. هوس ها بعضی اوقات منجر به فرار میشه. این عوامل هم شناسایی شوه، در پهلوی ذکیر شریعت مورد نیکوهش عمل قرار میده.
عوامل از این مورد نیکوش قرار نیاز است که به قانون اضافه شود. واقعا به قانون اضافه شود و قانون یک مواد قانونمندانه برش جور شود. سپاسگزارم از شما. خیلی خوش آمدید آقای محمدی. صحبت ها را ما از لحاظ حقوقی هم به این محض فرار از بحث فرار از منزل پرداختیم و صحبت ها را از دید شرعی هم به او پرداختیم. اجازه بدید که از لحاظ ساختار جامعه افغانستان هم به او صحبت بکنیم و از لحاظ جامعه شناسی فکر میکنید که عوامل فرار از منزل در ساختار جامعه و فضای کلی افغانستان از لحاظ جامعه شناختی چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه مهمانان، شما و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. عمدتاً عوامل به دو دسته تقسیم میشه. عوامل روانشناختی داریم، عوامل اجتماعی داریم. بحث های حقوقی و سیاسی و مسائل دیگر را شاید دوستا مطرح کرده باشن. عوامل روانشناسی بستگی داره به عوامل فردی، انگیزه ها و علایق شخصی که موجب میشه یک نفر او کانون خانواده که در او تربیت شده، کلان شده، رشد پیدا کرده، او کانون را رها کنه و به دنبال یک پناهگاه و مرجع دیگه بگرده. یه عوامل جنبه شخصی داره. اما اون چیزی که بیشتر مد نظر من هستش عوامل اجتماعیه. جامعه شناسان آمدن گفتن که ما بیش از این که تحت تاثیر عوامل فردی باشیم، بیشتر تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی جامعه قرار داریم. اون میکانیزم ها و ساختار هاست که هم شخصیت ما رو جور میکنه، هم هویت ما رو تشکیل میده، هم به ما جهت میده، آرمان ها و ایده های ما رو میده. متاسفانه در ساختارهای حقوقی که تا حال در مسائل خانواده و بسیاری از بحث های دیگه تعریف شده است، بیشتر به جنبه های فردی توجه شده است تا به جنبه های اجتماعی. مثلا شما بحث اعتیاد رو در نظر بگیرید، ما بیشتر به خود شخص معتاد میپردازیم، اما اینکه این جامعه چقدر زمینه ساز اعتیاد هست به او کمتر پرداخته میشه. یا وقتی که یک نفر هر جور بسیاری از جرایم که هستش وقتی که به محکمه ارجاع داده میشه، محکمه بیشتر همون جنبه های فردی جرم رو توجه میکنه، انگیزه های شخصی آدم رو توجه میکنه. اینکه ساختارها چقدر موجب جرم زایی بوده و چقدر که این فرد را کشانده به سوی جرم کمتر توجه میشه. در بحث جامعه شناسی بحث عمده اینه ساختار خانواده، ساختار محیط اجتماعی، ساختار نظام تربیتی، ساختار نظام اجتماعی جامعه، اینها عوامل موجب است. همان گونه که موجب بروز جرم و جرایم میشه، موجب بسیاری از عوامل دیگه میشه. همان گونه که همه ساختارها نقش تربیتی هم داره، نقش بازدارندگی هم داره. مثلا شما در بحث های تربیتی توجه کنید، بیشتر توجه میشه که خانواده سالم داشته باشیم، محیط سالم داشته باشیم، جامعه سالم داشته باشیم. وقتی که شما روی سلامت خانواده، محیط اینا صحبت میکنید، اینجا بحث ها روی ساختار هاست که این ساختار ها عوامل و موانعی است که یک وقایه ایجاد میکنه. شما در بحث مباحث اسلامی ما و شما چیزی داریم تحت عنوان تقوا یا وقایه. این تقوا بیشتر ما و شما به جنبه فردیش توجه میکنیم، یعنی یک نفر یک ملکه در درونش پیدا شوه که تمایلش به سوی گناه از بین بره. اما این وقایه علاوه بر این که جنبه فردی داره، یک حالت اجتماعی هم داره. اگر جامعه سالم داشته باشیم، نهادهای تربیتی سالم داشته باشیم، و ای باعث میشه که فرد در یک وقایه قرار بگیره، کمتر تمایل داشته باشد به سوی جرم و اینها. در بحث موضوع بحث ما و شما هم هستش در مباحث اجتماعی، اون چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما علاوه بر این که جنبه فردی رو توجه میکنیم، به جنبه های اجتماعی و ساختارهای کلی جامعه توجه کنیم. آقای محمدی، به سر اجتماعی چقدر فضا رو بیشتر مساعد ساخته تا برای فرار از منزل، فکر میکنید که چه نکات عمده‌ای را در اینجا قابل توجه هست که باید بیشتر به او پرداخته شود؟ فعلا در شرایط فعلی ما و شما بعضی از میکانیزم هایی را گذاشتیم برای دخترها و جوانها برای بهره برداری از فضای موجود، منتها عوامل تربیتی و میکانیزم های دیگر را در کنارش فراموش کردیم. ما آمدیم آزادی رسانه ها را آوردیم، اینترنت آمده برای ما، فضای باز آمده، ولی از اون طرف دیگه ما برای اینا یاد نمیدیم که چقدر تو از رسانه استفاده کو، چقدر از فضای باز استفاده کو. و به خانواده ها این تربیت داده نمیشه که پدر خانواده، برادر خانواده
کلیه اعضای فامیل چقدر ای اجازه را داره که از این فضای آزاد استفاده شود. لذاست که او ساختار اجتماعی خانواده همون ساختار سنتی سابقه، منتها فردی که داره کلان میشه، دختری که کلان میشه، پسری که کلان میشه، بر اساس این آموزه های جدید و فضای جدیده. این دوتا چندان همخوانی نداره. تا زمانی که ما اون میکانیزم و ساختار خانواده را، نظام تربیتی ما را، شما در نظر بگیرید، این طفل چه دختر باشه چه پسر باشه، در خانه کلان میشه، از رسانه ها استفاده میکنه، تغذیه فکری میکنه، در مسجد که میره از فضا و صحبت های ملا و مولوی استفاده میکنه، در مکتبی که میره معلم هم تاثیر میگذاره. آیا ساختار خانواده، مکتب، محیط اجتماعی، فضای رسانه ها با همدیگر یک همسنخیتی داره؟ پیامی که مولوی صاحب در مسجد میده، پیامی که رسانه برای اون میده، پیامی که معلم مکتب برای این طفل میده، آن چیزی که در فضای رسانه ها و فضای مجازی برای این داده میشه، آیا یک نوع هماهنگی داره یا نه؟ ببینید، شما وقتی که پیام های متضاد را برای اینا بدین، یک تعداد نمیتونه این را هضم کنه، دوچار یک پارادوکس میشه، دوچار یک تضاد درونی میشه، و این تضاد درونی این منجر به یک حرکت های غیر شاید ناسنجیده شود. مثلا از جمله فرار از منزل یکی از عواملی که این دریم بستر رخ میده. خب در سطح کلان ما و شما باید اینی مدیریتی رو داشته باشیم، یعنی ما به عبارت دیگر جامعه ما نیاز به یک مدیریت فرهنگی داره که فرهنگ ارتباطی، فرهنگ رسانه، فرهنگ خانواده، فرهنگ نظام تربیتی ما، فرهنگ نظام معارف ما بتونه اینا با هم هماهنگی داشته باشن. در مجموع با اون آموزه هایی که بتونیم ما امی هماهنگی را ایجاد بکنیم بین خانواده، بین رسانه ها، بین مکاتب، امی مدیریت از کجا باید آغاز بکنیم و کیها باید این مدیریت را انجام بدن؟ یکی از خلاهای اساسی که در جامعه ما و شما داره اینه که ما و شما مجبوریم در سطح کلان اجتماعی ما نیاز به یک نظام مدیریت فرهنگی داریم. ما یک وزارت داریم تحت عنوان وزارت تحصیلات عالی. این وزارت تحصیلات عالی وظیفه‌اش هستش آمو معرفت و آگاهی بخشی برای محصلین ما، درسته؟ حالا در رشته‌های مختلف، حالا ما یک شورای نیاز داریم، یک بخش کلان نیاز داریم که یک هماهنگی بین رسانه ما، وزارت حج و اوقاف ما، فرهنگ ما و خانواده های ما به وجود بیاره، یک هماهنگی که این هم هماهنگ باشد با اسلام، یعنی پیامی که از ناحیه اسلام ارائه میکنیم، پیامی که از ناحیه معارف ارائه میکنیم، پیامی که از ناحیه تحصیلات عالی ارائه میده، اینا در هماهنگی هم قرار داشته باشد. اگر اینا با هم هماهنگ نباشد، طبعا ما محصولش اینه. و خیلی کوتاه اگر شبکه آقای محمدی که امی ظرفیت و اراده وجود داره که بیشتر کار شود، و به نظر میرسه که جامعه ما ظرفیت داره، اما اون چیزی که مهمه، معلم تنها نقش نداره، مولوی تنها نقش نداره، پدر تنها نقش نداره، مادر تنها نقش نداره، این مجموعه در یک سیکل دورانی با هم نقش داره. آن چیزی که کسی هست از جامعه شناسان به نام اسپنسر و همینطور دانشمندان دیگه، اینا معتقدن که این نظام اجتماعی یک نظام فرهنگی کلان، باید ما این نظام فرهنگی رو برای خود باید باز تعریف کنیم، تولید کنیم که اینا مدیریت رفتارهای اجتماعی ما رو به عهده داشته باشد. سپاسگزارم از شما آقای دانش. صحبت ها را شنیدیم، بخصوص صحبت های آقای کوثر که در بحث قانونمند شدن این مسئله و فرار از منزل چقدر واقعا نیاز است که اتحادیه حقوقدانان یا کسایی که در این راستا کار میکنند بیشتر روی این موضوعی که در جامعه در حال افزایش است کار بکنند. خوب است که ابتدا به گفته های جناب مولایی صاحب یک مقدار ما علاوه بکنیم. بدون قید شرط جامعه ما یک جامعه اسلامی است و اولین منبع در نظام اسلام، خاصتا نظام حقوقی اسلام، اصلی ترین و قطعی ترین منبع قرآن است و بر مبنای همین دلیل است که ماده دوم قانون اساسی افغانستان مشخص میکنه که دین رسمی مردم افغانستان دین اسلام است و ماده سوم قانون اساسی افغانستان هم مبینی است که تمام قوانین در افغانستان در روشنایی احکام و اعتقادات دین مبین اسلام وضع شود. معمولا در داخل جامعه وقتی که قانون وضع میشه، قوانین با در نظر داشته شرایط حاکم این جامعه وضع میشه، یعنی اینکه قانونگذاران مسائل فرهنگی
ارزش‌های ملی، ارزش‌های عرف و عادات و ارزش‌های مذهبی را در داخل جامعه در نظر می‌گیرند، بعد قانون وضع می‌کنند. فلحاظ زمانی که قانون مدنی را وضع کردن و قانون جزا را در کشور وضع کردن، قانونگذاران بدون قید شرط ارزش‌های مذهبی را هم در نظر گرفتن، بعد قانون وضع کردن. چنانچه ما ماده 145 قانون جزای کشور اشاره داشتم. موضوع تدوین قانون در کشور به خاطر زدودن یا حداقل کاهش فرار از منزل برمیگرده به نهادهای قانونگذاری. اتحادیه حقوق دانان افغانستان یک مرجع قانونگذاری نیست، اما به عنوان یک گروه فشار میدونه بالای نهادهای قانونگذاری فشار وارد بکنه و در عین زمان مشوره های لازم ارائه بکنه که این مسئله برایشان مهم بوده و چقدر تاکید کردن روی این مسئله که باید روش کار شوند. قسمی قبلا اشاره کردم، موضوع فرار از منزل یکی از مسائل بسیار مهم در محور گفتمان اتحادیه حقوق دانان افغانستان است و اجتماع حقوق دانان افغانستان. موضوع بسیار زیاد مهم و حساس است. بر مبنای همی دلیل است که مشوره های لازم با ولسی جرگه و در حین زمان در اواخر با قوی اجرایه ما در میان هستیم و مشوره های لازم در زمینه میدیم که بدون قید شرط موضوعی که در اواخر مصوبه فرار از منزل که به تصویب رسید و بالاخره فرار از منزل جرم نپنداشتن، یکی از فشارهای اتحادیه حقوق دانان افغانستان روی مصوبه مشخصا کار شدن؟ بله بله، بر مبنای همین مصوبه است که بالاخره امروز فرار از منزل جرم پنداشتن شده. بدون قید شرط مسئولیت هایی را که اتحادیه حقوق دانان افغانستان از لحاظ اجتماعی، از لحاظ مسئولیت های فردی و از لحاظ بالاخره تاثیرات خانواده ها به دوش دارن، اینا وظیفه خود را به شکل درست انجام دادن و در این زمینه پیشرفت های قابل ملاحظه. قانون مسئولیت کلی به این موضوع پرداخته یا مشخصا برای فرد پرداخته یا در مورد فامیل و کسایی که مسبب همچین کاری هستند که یک فرد باعث میشه فرار کنه از خانه، هم اونا هم مورد بازپرس قرار داده؟ ببینین، این قانون هم به شکل فردی هست هم به شکل کلی، موضوعات به شکل کاملا وسیع در بر گرفته و این قانون به شکل کاملا تخصصی تدوین شده که مسائل فردی و مسائل اجتماعی را در بر گرفته. ولی در ایجا در چارچوب این قانون یک موضوعی که صراحت داره در قانون مدنی افغانستان هم که یک تفاوتی در رابطه به فرار از منزل ما گذاشتیم و قانون مدنی افغانستان هم در این زمینه اشاره کرده، موضوع فرار از منزل میان جوانان مجرد و موضوع فرار از منزل میان اشخاص و افرادی که متأهل هستند. بر مبنای همین دلیل است که ما تلاش کردیم یک فرق بگذاریم. بالاخره کسایی که متأهل هستند فرار میکنن و در روشنای ماده 122 قانون مدنی افغانستان هم از حالت جرمی بیرون میشه به حالت مدنی داخل میشه که در این حالت بالاخره در چارچوب قانون پیش بینی شده که اگر خانمی فرار میکنه متأهل است، بعد اینا مستحق نفقه از این به بعد نمیشن. و در تدوین این قانون از فعالان حقوقی هم کسایی که در راستای حقوق زنان کار میکنن مشوره ها و نظره هایش هم مد نظر گرفته شده؟ بله، یک جمله دیگه هم میخواستم که گپ ما تکمیل بکنیم. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنیم، فرار از منزل از که به وسیله جوانان مجرد صورت میگیره، بعد این در چارچوب قانون جرم پنداشته نشه، اما فرار از منزل به وسیله کسایی که متأهل هستن اونا موضوع نفقه را مطرح کردن. بدون قید شرط در چارچوب اتحادیه حقوق دانان افغانستان با نهادهایی که معمولا خانم ها در ازشان هست مشوره کاملا متداوم و بسلسله صورت میگیره و در این زمینه مشوره های از اونا بدون قید شرط ارزش داده میشه. سپاسگزارم از شما آقای دانش. خانم نوابی، بیم روی وضعیت بیشتر صحبت بکنیم و در روی وضعیت جامعه افغانستان و فعلی هم صحبت بکنیم. زمانی که دخترها یا بانوان از خانه فرار میکنن با امید از سر که یک جایگاه بهتری برای خودشان پیدا بکنن، فکر میکنین که
اجتماع چقدر مساعد است و آیا اون چیزی که انتظار دارن واقعا به اون میرسن یا فکر میکنن که در اجتماع چیزهای دیگه در انتظارشان هستن که حتی بهتر از این که باید در خانه میبودن؟ بدبختانه هیری باید یادآور شم که سیمای زن و صدای زن یا خواستای زن همیشه سرکوب است و هیچگاه واضح است که وقت خانه خود خانواده خود مادر و پدر خود رها میکنه به شکل غیر مشروع مثل که در اسلام همین مثلا من قرار داده شده هیچگاه پناهگاه دیگه بر از او امن شده نمیتونه. و میخوایم نسری نکته دیگه که استاد تذکر دادن بیان بکنم که مسئله فرهنگی در افغانستان است. بدبختانه رسانه های ما امروز و یا مسائلی که مربوط به اطلاعات و فرهنگ یا ریاست سکتوری شاروالی کابل میشه اونا در این مورد تدابیری را ندارن. ناهاگایی های در این قسمت موجود است که این همش باعث به این میشه که یک جوان ذهنش فکرش خچدار بسازه. در اکثر رسانه های ما بدبختانه مشاهده میکنیم که خانم‌ها به شکل دیگه به شکل نمایشی به قرار داده میشن یا همچون مردها به شکل نمایشی قرار داده میشن که یعنی هیچ نوع تدابیر دیگه قسمت در از لحاظ فرهنگی موجود نیست و یا مسائل دیگه را دامن زده میشه، مسائل اخلاقی دامن زده میشه. مثلا در یک رسانه ما یک از کشور اسلامی یک پروگرام نشر میشه که در او مثلا مسائل اونجا ذکر شده که خانم از پوشیدن حجاب باید یعنی حجاب پوشیدن شده یعنی بدون فیشن پنداشته میشه یا مثلا یعنی با یه خانم را نشان میده، یک جوان را نشان میده، یک خانم خانه را نشان میده که با 3-4 نفر با یعنی دوستای خانواده یعنی نامشروعی دارن نه؟ یا این مسائل و این مسائل باعث به این میشه که جامعه ما جوان ما از او چی بیاموزه. وقتی که تبیز که جوان ما انحراف میشه، تبیز که اگر خانم باشه یا مرد باشه انحراف میشه. نه تنها خانم ما امروز منحرف هستن، اکثر آقایان هم منحرف شدن بدبختانه به این مسائل. و برجاست که اینجا یادآور شم که قانون ما خشونت علیه زن باید اینجا تطبیق شوه که اجازه در یک مادش تذکر داشته که مردها اجازه ازدواج دومه بدون اجازه خانم خود ندارن مثل که در اسلام داشته. اما میخوایم که بازم نتیجه راه حلی مسئله را بیان بکنم که هو ایست که باید ریاست سکتوری و یا ای که وزارت اطلاعات فرهنگ که مسئولی مسائل هستن، مسائل فرهنگی باید تدابیر در قسمت بگیرن و یک پروگرام را ایجاد بکنن، یک برنامه را ایجاد داشته باشن در تمام تلویزیون ها که مشوره دهی به جوانای ما باشه یا در اونجا مشکلات روانشناسی یک جوانت دریافت بکنن برای یک جوان ما رای درست نشان بده تمام مشکلات. سپاسگزارم از شما خانم نوابی. آقای محمدی شما در بحث اول نبودین، خیلی کوتاه می‌خوایم به عنوان جنبه‌ای هم صحبت‌های اخیر شما را داشته باشیم و اینکه پای مشخص شما برای عده از خانم‌ها یا دختر خانم‌هایی که بنابر مشکلاتی که در خانواده وجود داره اینا فرار می‌کنن با توجه به اینکه یک صدمه‌ای که بر خودشان در جامعه هست و جای امن نمی‌تونه برشان بیرون از خانواده باشه، فکر می‌کنید که چه راهکاری را باید بر پیش بگیرن، چه راهکاری معقولی را که اینا بتن مشکلاتشان هم در درون خانواده حل شود به طور درستش و جلوگیری هم از فرار از منزل و مشکلاتی که تعقیب از او قرار داره باشه. اون چی که در ارتباطات اجتماعی اهمیت درجه اول رو داره اخلاق، نه فقه اهمیت داره نه حقوق. فقه و حقوق مرحله بعدیه به عنوان یک تدابیری تدافعی یا رفعی است. اصل اینه که در ارتباطات فامیلی، ارتباطات اجتماعی اخلاق وجود داشته باشه. راه حل که برای همه جامعه وجود داره و برای ما وجود داره اینه که اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی باید در روابط خانواده باید حاکمیت داشته باشه. اخلاق عبارت از احترام، حرمت، کرامت انسانیه. تا زمانی که ما آدم ها به عنوان انسان، به عنوان خلیفه خدا، به عنوان یک کسی که مخلوق خداییم نسبت به همدیگه احترام نداشته باشیم، این حرمت و احترام هم نسبت به طبیعت باید وجود داشته باشد، هم نسبت به همدیگه وجود داشته باشد، هم نسبت به خود انسان وجود داشته باشد. اگر کسی خود رو دوست داشت، محیطش رو دوست داشت، انسانهای دیگر رو دوست داشت و به اینا احترام گذاشت، یک زندگی راحتی به وجود میاد. بعد حقوقدانا یا در فقه ما و شما بعدن تلاش میکنه که چیکار کنیم که ما هر کس از یک حد و حدود پار فرا نگذره، به حریم دیگری تجاوز نکنه. خب بعد مرحله بعدی مرحله حقوق و شریعت میرسه که شریعت و حقوق برای ما شما حدود رو مشخص میکنه. تلاش کنیم که ما این اخلاق در ارتباطات خود رعایت کنیم. پدر و مادرها باید حرمت اولادهای خود داشته باشه. دیگه او دوران گذشت که با
کسی بتانه با زور با قلدری اولاد خود چنگ خود داشته باشه. بهترین کار حرمت گذاشتن، دوست داشتن، او چیزی که پیامبر ما داشتش. پیامبر ما حبیب بود صلی الله علیه و آله. به همین خاطر هم هستش که در یکی از آیه شریفه قرآن شریف است که به پیامبر وحی شده است که ای پیامبر چرا خودت رو به سختی میندازی؟ میگه و ای به خاطر اینه که مثلا تو مسلمان رو دوست داری، مسلمانش تو رو دوست داره. اگر هزاران جوان در رکاب پیامبر میرفت جنگ میکرد فقط و فقط به خاطر که پیامبر رو دوست داشت، اهدافش رو دوست داشت. لذاست که اصل اساسی اینه که در درون خانواده، در درون جامعه ما شما محبت وجود داشته باشد. و این محبت هم ناشی میشه از اینه که ما نسبت به همدیگه خود به عنوان یک خلیفه خدا، به عنوان یک کرامت نگاه کنیم. سپاسگزارم از شما. خیلی تشکر آقای محمدی از تمام مهمانانی که در بحث امشب نیمه خاموش اشتراک کردن و روی این موضوع بحث کردیم بیشتر و در مورد راه حل‌ها هم در اخیر صحبت‌های داشتیم و پایام استاد محمدی را هم داشتیم در اخیر برنامه. از همه شما هم به برنامه امشب نیمه خاموش سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی شب بر همه شما خوش.